به نام خدا و سلام عرض میکنم مجدد خدمت همه شما دوستان و دانشجویان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ادامه بحث طراحی تحلیلگر نحوی رو در خدمتون هستم در درس طراحی کامپایلر. تا اینجای کار ما با پارسر آشنا شدیم، دیدیم دو دسته پارسر داریم، پارسرهای بالا به پایین و پارسرهای پایین به بالا. توی پارسرهای بالا به پایین نحوه کار به این صورت بود که از نماد شروع گرامر شروع به کار میکنن و در هر استپ یک غیر پایانه رو سعی میکنن بست بدن تا این بست ها، حالا اگر در واقع بست ها هم با استفاده از سمت چپترین اشتقاق بست پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه و پارسر هدفش اینه که اون رشته ورودی رو بتونه بسازه. اگر بتونه این رشته رو بسازه که خب موفق شده و در واقع اون رشته ورودی اکسپت میشه، اگر نتونه خب خطای سینتکس گزارش میکنه. از اون طرف تو پارسرهای پایین به بالا، در واقع برخلاف پارسر بالا به پایین، با پایانه های موجود در ورودی کار آغاز میشه. یعنی ما یک پایانه رو میگیریم، اونقدر کاهشش میدیم. ما در پارسر بالا به پایین واژه بست دادن یا گسترش دادن رو استفاده میکنیم، تو پارسر پایین به بالا واژه کاهش دادن. هی یک مجموعه از در واقع پایانه و غیر پایانه ها رو کاهش میدیم به یک غیر پایانه تا بتونیم بالاخره برسیم به نماد شروع گرامر که میشه ریشه درخت تجزیه. اگر بتونیم این کار رو بکنیم و ضمناً علاوه بر این که برسیم به ریشه درخت تجزیه، ورودیمون رو هم پارس کرده باشیم و اسکنش کرده باشیم تموم شده باشه، اون موقع میگیم که اون ورودی ما اکسپت شده. اگر نتونیم بسازیم که مجدداً باز خطای سینتکس گزارش میکنه. حالا در مورد پارسر بالا به پایین میخوام یه خورده بیشتر حرف بزنیم. تو پارسر بالا به پایین گفتیم که اگر من زمانی که میخوام یک غیر پایانه رو بست بدم، اگر چند تا قاعده تولید داشته باشم کدوم یکی رو انتخاب بکنم؟ ساده ترین حالت گفتیم هیچ قاعده‌ای وجود نداره، تو باید سعی و خطا بکنی یه قاعده تولید رو انتخاب بکنی، کارتو ببری جلو، ببینی آیا میتونی در واقع رشته ورودی رو تولید بکنی با بست دادن‌های متوالی یا نه. اگر تونستی که خب چه بهتر، رشته اکسپت شد. اگر نتونستی نمیتونی بگی که من در واقع رشته پذیرش نشده، شاید یک قاعده تولید رو بد برداشت کردی، نباید اون قاعده تولید رو برای بست دادن یک غیر پایانه انتخاب میکردی، باید یه قاعده دیگر رو انتخاب میکردی. پس بنابراین ما مجبوریم بک تراکینگ بکنیم، بازگشت به عقب بکنیم، یه قاعده رو بیخیال بشیم، بگیم خب این که منجر به در واقع موفقیت نشد، یه قاعده دیگر رو برمیدارم. اون قاعده دیگر رو ببرید تست بکنید، برید جلو برید جلو، ممکنه چند قدم برید جلو باز ببینید که نه، این شما رو به در واقع تجزیه موفق نمیرسونه، دوباره برگردید دوباره یه قاعده تولید دیگه. این فرایند بک تراکینگ توی در واقع پارسر بالا به پایین که نیازمند انتخاب یک قاعده تولید مناسب برای بست غیر پایانه هست، میتونه یه خورده زمان بر باشه، یه خورده ای که در واقع خیلی بیشتر از یه خورده ای، اصلا یه عیب یک پارسر بالا به پایین محسوب میشه، چون به شدت میتونه فرایند کامپایل رو طولانی بکنه. راه حل چیه؟ من اگر بتونم وقتی که میخوام یک غیر پایانه رو بست بدم، بتونم بگم که این قاعده از بین مثلا 10 تا قاعده تولید برای یک غیر پایانه، بگم این قاعده تولید خوبه، بقیه منجر به شکست میشه. اگر بتونم این کارو بکنم خب خیلی خوبه. برای اینکه بتونم این کارو بکنم، ما در مورد پارسر در واقع پیشگو صحبت کردیم، گفتیم که اگر یک پارسر بتونه به نماد ورودی نگاه بکنه، یعنی بدون بگه خب من میخوام چی بسازم، با توجه به اون چیزی که میخواد بسازه بره قاعده تولیدش رو انتخاب بکنه، ما به این میگفتیم پارسر پیشگو. چرا؟ چون داره نمادها رو، نمادهای ورودی رو، پایانه هایی که در ورودی قرار دارن رو داره پیشخونی میکنه، به این میگفتیم پیشگو. پارسر پیشگو خوبیش اینه که دیگه نیازی به بک تراکینگ نداره، با دانشی که داره از رشته ورودی به دست میاره سعی میکنه که قاعده گرامری در واقع قاعده تولید مناسب رو انتخاب بکنید. اما صحبت این بود که حتی اگر شما به ورودی هم دسترسی داشته باشید، لزوماً یک گرامر نمیتونه براش پارسر پیشگو نوشته بشه.
بعضی از گرامرها قابلیت این رو دارن که پارسری براشون طراحی بشه که بتونه پیشگو باشه، و این دسته از گرامرها رو بهشون میگفتیم گرامرهای LLK که کا چیه؟ کا یعنی پارسر، کا نماد ورودی رو جلو خونی میکنه. حالا اگر کا رو بذارید یک میشه LL1 که میشه یک حالت خاص از LLK، خیلی هم جذابه به خاطر اینکه بسیار کاربردیه، بسیار سرعت بالاست. اگر گرامری LL1 باشه خیلی حرف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه این میشه براش پارسنی نوشت که فقط با دیدن یک کاراکتر از ورودی، فقط با یک کاراکتر، در واقع یک پایانه ورودی، یک توکن جلوتر بتونه بگه کدوم قاعده گرامری رو انتخاب کنه. و این خیلی خوبه. گاهی اوقات مثلا اگر یکی بگه که من یک در واقع LL10 دارم، این خب خیلی بدتره به نسبت LL1، چون باید 10 تا رو بره پیشخونی بکنه که این خودش میتونه پیچیدگی پارسر رو ببره بالا. از اینجا به بعد میخوام فوکوسمون رو بذاریم روی پارسر LL1 و بریم ببینیم که چه جوری میتونیم یک پارسر LL1 طراحی بکنیم برای در واقع یک پارسر LL1 پیشگو که در واقع داره تجزیه بالا به پایین انجام میده. خب اگر بخوام LL1 رو ببریم جلو، من نیاز به تعریف دو مفهوم دارم. یکی تابع first و یکی هم تابع follow. این دو تابع هم برای پارسر بالا به پایین و هم برای پارسر پایین به بالا استفاده میشن و کمک میکنن که پارسر بتونه قاعده تولید مناسبش رو انتخاب بکنه. خب حالا چی هن؟ چه کار میکنن؟ بریم ببینیم. تابع فرست آلفا یه آرگومان ورودی داره، یه آلفا آرگومان ورودی. آلفا چیه؟ گفته دنباله ای از پایانه ها و غیر پایانه هاست. خب یه مجموعه از ترکیب پایانه ها و غیر پایانه ها رو به عنوان ورودی میگیره. چی به همون بر میگردونه؟ گفته تمام پایانه هایی که در ابتدای رشته تولید شده با بست آلفا قرار میگیرند و بر میگردونه. خب یعنی چی؟ شما یه آلفا دارید، اینو برو بست بده با قاعده های گرامر، برو بست بده، بالاخره میرسی به یه رشته، یه مجموعه رشته های تر در واقع ساخته شده از پایانه ها دیگه، چون هی بست بدی میرسی به پایانه. توی این کل رشته هایی که با بست آلفا به دست میان، ابتدای اینها چه نمادهایی وجود داره، چه پایانه هایی قرار میگیرن، اونا میشن در واقع فرست آلفا. بریم با یه مثال شاید بهتر متوجه بشید. خب اینجا یه گرامر دارم، این F اینجا اضافه، اینو من بردارمش. خب یه گرامر دارم و یه مجموعه ای از پایانه ها غیر پایانه ها به من دادن، BCD. ببینید این هم آلفا ماست، یک ترکیبی از پایانه و غیر پایانه، دو تا غیر پایانه داریم، B و C و یه غیر پایانه D. حالا میخوام ببینم که فرستش چیه. میگه اگر B و BCD، این رشته در واقع شبه جمله، شبه جمله BCD رو برو بستش بده. اگر بستش بدی چه چیزهایی رو در ابتدای رشته ها میبینی؟ خب ببینید چون ابتدای این بی قرار داره، طبیعتا من بستش بدم اون چیزهایی در ابتدای کل قرار میگیره که ابتدای بی قرار میگیره دیگه. ابتدای بی چی میتونه قرار بگیره؟ ببینید بی میتونه قرار بگیره، بی کوچیک. ابتدای بی میتونه به ای بست داده بشه که خب بنابراین باعث میشه که ای در مجموع در ابتدای رشته های تولیدی قرار بگیره، بی و ای. پس من اینجا بنویسم بی میتونه بیاد، چون بی رو من میتونم با بی بی کاهش بدم، در واقع بستش بدم. میتونه ای بیاد از قاعده دوم، میتونه بی بره به اپسیلون عملا حذف بشه. اگر حذف بشه سی میشه ابتدای این شبه جمله. پس باید ببینیم سی اولش چی میاد. سی اولش ای میاد، میتونه بیاد، پس ای اول اینجا میاد. سی هم میتونه بره به اپسیلون، پس سی هم خودش میتونه اصلا حذف بشه. اگر سی هم حذف بشه ابتدای این
شبه جمله بی سی دی چی میاد؟ هم بی حذف شده هم سی دی میاد. پس من اینجا دی رو هم بذارم. این میشه فرست این مجموعه بی سی دی. یه مثال دیگر رو هم بزنیم. ببینید گفته که فرست ای کوچیک، ای بزرگ، فرست ای چه میشود؟ خب ببینید فارغ از این که این ای هر چی دلش میخواد تولید کنه، اصلا کاری به گرامر ندارم، ای اولش همیشه ای کوچیک دیده میشه دیگه، غیر از اینه پس فقط میتونه ای بیاد دیگه. یا بی بی هم همینطور. ببینید فارغ از این که بی چجوری میخواد بس داده بشه، بالاخره ابتدای این رشته بی بی همیشه شما بی میبینید. پس اینا از این. بریم مثال سومی رو ببینیم. گفته فرست ای چه میشود؟ ای رو اگر من بخوام بس بدم میتونم از قاعده اول ای رو میتونم در ابتدا ببینم، پس من ای رو خواهم داشت. بی رو میبینم، بی رو هم خواهم داشت و دوباره ای اینجا که این رو نوشتم میتونم ای رو با بی بزرگ بستش بدم. پس بعد اگر در واقع اگر من ای رو داشته باشم، ببینید به جای ای عملا این ای خط میخوره میشه بی. حالا باید ببینم بی ابتداش چه خواهد بود. بی ابتداش بی میتونه بیاد که خب نوشتیم و اپسیلون هم میتونه اصلا تولید کنه، پس این اپسیلون هم میاد. این میشه فرست ای. امیدوارم که مفهوم فرست رو متوجه شده باشید. بریم تعریف تابع دوم. تابع دوم تابع فالوه. فالو ورودیش یک غیر پایانه هست. خب غیر پایانه مثل ای. چرا در واقع چه چیزی رو برمیگردونه؟ میگه تمام پایانه هایی که در فرایند اشتقاق میتوانند بلا فاصله سمت راست ای قرار بگیرن. ببینید در فرایند اشتقاق بلا فاصله سمت راست ای قرار بگیرن. ببینید اینجا از من خواسته شده که فالو ای چیه؟ فالو ای. ببینید سمت راست ای دقیقاً سمت راستش چه چیزایی میتونن قرار بگیرن؟ بلا فاصله، نه هر چی سمت راستشه. مثلا اینجا الان دقیقاً سمت راستش ای کوچیک من میبینم. پس اگر فالو رو بخوام می‌نویسم ای کوچیک رو میذارم، چون ای دقیقاً بعد از ای بزرگ قرار گرفته. یا اینجا بعد از ای بزرگ سی اومده. خب سی رو هم میتونم تو مجموعه فالو ای بذارم. اف اومده. اف رو هم میتونم چون بعد از ای اومده اف رو هم بذارم. خب این میشه ای سی اف، میشه مجموعه فالو ای. محاسبه فالو همیشه به این سادگی نیست، یه خورده چالش های دیگه هم وجود داره. سه تا قانون کلی وجود داره، این سه تا قانون رو یاد بگیریم خیلی راحت میتونیم فالو که غیر پایانه رو حساب بکنیم. قاعده اول میگه اگر به شما گفتن فالو ان رو حساب بکن و ان همون نماد شروع گرامر بود، حتما عبارت دالر رو به فالو اضافه کن. یعنی چی؟ فرض کنید که به من گفتن که مثلا اس میرود به هر چی، اصلا کاری ندارم، بقیه گرامر رو هم اصلا کاری ندارم. اگر به من گفتن فالو اس رو حساب بکن، چون اس نماد شروع گرامره حتما دالر رو خواهد داشت. حالا برای اینکه بقیهش رو ببینید چه چیزهایی توش هست، باید بری گرامر رو نگاه بکنی ببینی که بعد از اس دقیقا بلافاصله بعد از اس چه چیزهایی خواهد آمد. پس دالر رو فراموش نکنی، بذاری تو فالو نماد شروع. میگه اگر یه قاعده تولید داشتی به این صورت ای بی ببخشید آلفا بی بتا. ببینید یه توضیح بدم. ببینید اگر یه همچین چیزی داشته باشید از من بخوان که فالو بی رو حساب بکنم، فالو بی بلا فاصله بعد از بی چه آمده؟ بلا فاصله بعد از بی بتا آمده. بتا یک ترکیبی از پایانه ها و غیر پایانه هاست. خب شما باید بگید که بتا یک پایانه نیست در صورت.
بتا باید ببینید بتا با بستش در ابتدای رشته‌هاش چی قرار میگیره. اون چیزایی که ابتدا اگر بتا رو بست بدی ابتداشون هرچی بیاد اونا میشن فالوی بی، درسته؟ پس اگه من بخوام فالوی بی رو حساب بکنم، من اول باید برم فالوی ببخشید باید فرست، ای بابا بریم اینجا اینجا. خب من اول باید فرست بتا رو حساب بکنم، ببینم ابتدای بتا، اگر بتا رو بست بدم ابتداش چی میبینم. هرچی که ابتداش ببینم طبیعتا دقیقا بعد از بی قرار میگیرم. فرست بتا رو به دست بیارم بریزم تو فالو بی. اینها رو با مثال جلوتر میریم خواهید دید، بهتر متوجه میشید اگر الان متوجه نمیشید. قاعده سوم، قاعده سوم رو ببینید. قاعده سوم گفته اگر قاعده ای مانند این، یک قانون تولید اینجوری دیدی، خب ببینید حالا فعلا دومی رو نگاه نکنید. اگر اینجوری دیدی گفته تمام فالو آ رو بریز توی فالو بی. شاید یه مقداری گنگ باشه که چرا همچین چیزی رو داره میگیره. ببینید میگه اگر A به آلفا بتا، آلفا ببخشید B، A به آلفا B رفت، حالا میگه شما دنبال اینید که فالو، به شما گفتن فالو B رو حساب بکن. میگه اگر یه اینجور قاعده دیدی، کلا قاعده دیدی که بی آخره بعدش هیچی نیست، خب اگر یه همچین چیزی دیدی که بعدش هیچی نیست نگو که فالو نداری، خب برو فالو آ رو حساب بکن، فالو آ رو حساب بکن، هرچی حساب کردی بریز توی بی. حالا چرا اینجور چیزیه؟ ببینید دقت بکنید، فرض کنید که من حالا این قاعده رو دارم و جای دیگه مثلا من همچین چیزی دارم، مثلا S می رود به A B یا مثلا A مثلا C به عنوان مثال. خب ببینید اگر یه همچین چیزی باشه بعد از A دقیقا چی اومده؟ B اومده. بعد از A دقیقا چی اومده؟ C اومده. مگه A خودش آلفا B نیست؟ خب اینو من میتونم جایگزین کنم دیگه، به جای همچین چیزی بنویسم، آره به جای A بنویسم آلفا B، اینم بذارم آلفا B، بعد خب B کوچک بعدشه دیگه، درسته؟ B کوچک هم اینجا میاد، C هم اینجا اومده. حالا ببینید فالو B که میخواستی حساب بکنی، فالو B رو که میخواستی حساب کنی چی بعدش میبینی؟ B رو میبینی و C. اینا از کجا اومدن؟ بی و سی در واقع فالوهای ای بودن که الان به عنوان فالو بی قرار گرفتن. پس حرفش حرف منطقیه، میگه اگر یه همچین قاعده ای دیدی که بی انتهای قاعده تولیده، فالو بی رو خواستی حساب بکنی برو فالو غیر پایانی سمت چپ رو حساب بکن، فالو ای رو حساب بکن برس توی. و حالا میگه که این رو هم در نظر بگیر، حواست به اینم باشه، ممکنه که تو دنبال، ببینی میگه تو دنبال فالو بی، بعد از بی بتا قرار گرفته ولی بتا میتونه اپسیلون تولید کنه. خب اگر همچین حالتی باشه دوباره میرسیم به همین دیگه، میرسیم به آلفا بی، چون بتا اپسیلون تولید کرده. باز دوباره میگه برو فالو A رو حساب بکن. پس این رو در نظر داشته باشید، بریم مثال حل بکنیم انشالله که بهتر جا بیفته. خب گفته فالو B رو حساب بکن. ببین فالو B، فالو B اینجا B رو انتخاب بکنم، من B رو نشون بدم بهتون. B کجا B میبینی؟ ببین B رو اینجا میبینی، B رو اینجا میبینی، B رو در واقع همین دو جا میبینی که سمت راستش چی وجود داره. خب سمت راست B هیچی وجود نداره، آها B آخر قاعده است، پس باید برم فالو X رو حساب بکنم چون B آخره
قاعده در واقع تولیده، باید برم فالوی x رو حساب بکنم. فالوی x رو حساب بکنم، هر چی شد بریزم اینجا. برای این، برای این b، ببین برای این b هم میگه برو ببین بعدش ای اومده. هر چی توی فرست ای وجود داره، ما گفتیم هر چی توی فرست ای وجود داشته باشه میره توی فالوی بی. پس من فرست ای رو هم باید حساب بکنم بریزم اینجا. خب فرست ای، و حالا بریم ببینیم فرست ای میتونه ای باشه. این فرست ای میتونه ای تولید کنه. خب اینا رو بذارید، این دوتا فلش رو بردارم من فعلا. فرست ای میتونه ای باشه، فرست ای ببخشید ای میتونه ای باشه. ای میتونه اپسیلون هم تولید بکنه که عملا منجر میشه به این که بی آخر قاعده تولید باشه، که باز دوباره باید بری فالوی ایکس رو حساب بکنی. خب که خب فالوی ایکس رو اینجا میخوام حساب بکنیم. فالوی ایکس چیه؟ دنبال x بگرد. x کجا ظاهر شده؟ x اینجا ظاهر شده، ببینید اینجاست که بعدش دقیقاً b کوچک اومده. جای دیگه x ظاهر شده؟ خیر. پس فالوی x هم b کوچکه. این دوتا رو اینجا بنویسیم. خیلی راحت. متوجه شدید؟ امیدوارم که متوجه این مثال شدید. خب یه مثال دیگه، گفته فالوی ای رو برو حساب بکن. اول بگردیم ببینیم اینجا کجا ای میبینیم. ای اینجا میبینم، دیگه جای دیگه ای نمیبینم. خب بعد از ای بی اومده، بعد از ای بی اومده، پس من باید برم فرست بی رو حساب بکنم. درسته، فرست بی رو بخوام حساب بکنم، بی در واقع سی تولید میکنه، ای تولید میکنه. میتونه سی بیاد اولش، میتونه ای بیاد، بعد بی دی رو هم تولید میکنه که دی باز خودش در واقع میتونه دی کوچک اولش قرار بگیره. پس دی رو هم من میتونم اینجا بذارم، چون بی میتواند برود به دی و دی میتونه بره به دی دی، یه همچین چیزی و تمام. حالا یه سوال، اگر اینجا من مثلا یه قاعده دیگه رو هم اضافه بکنم تا این جواب ما میشه، یعنی اینو این اول بنویسیم. ببینید بچه ها، این مسئله فالوی آ شد همینا سی ای و دی، اما میخوام یه تغییری بدم، یه تغییر کوچیک بدم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر احیانا اینجا من یه اپسیلون هم اضافه بکنم چه اتفاقی میفته؟ بریم ببینیم. ببینیم اگر من اپسیلون اضافه بکنم تو این حالت، ببینید باز دوباره من باید برم فرست بی رو حساب بکنم دیگه. فرست بی رو بخوام حساب بکنم، دوباره میگم سی میبینم، ای میبینم، و چون بی به دی رفته دی کوچک میبینم. بعد نگاه میکنم میبینم دی به اپسیلون رفته، در واقع بی به دی رفته، دی هم به اپسیلون رفته، پس این میتونه عملا حذف شه. درسته؟ تا قبل از این بی نمیتونست حذف بشه، چون بی میتونست بره به سی و ای، یا دی، دی هم اپسیلون تولید نمیکرد، اما الان دی اپسیلون تولید میکنه و بی حذف میشه. و فالو ای که دنبالش بودی، ای سمت راست یه قاعده تولید قرار گرفته، آخر قاعده تولیده. آها، پس حالا که اینطوری شد آخر قرار گرفت، فالوی ایکس رو باید بریزیم توی فالوی آ، فالوی اس رو باید بریزیم توی فالوی آ. فالوی اس چیه؟ فالوی اس یادت گفتیم اگر بهت گفتن نماد شروع رو دادن حتما دالر رو بذاری توی فالوش. فالوی اس چیه الان اینجا؟ فالوی اس اگه بهت بگم، گفتم اگر نماد شروع بود دالر رو حتما اولش بذار، بعد بگرد ببین که اس رو جای دیگه میبینی،
نه اس رو من نمیبینم، میگم فالو اس همین تنهاست. حالا این رو بعد بریزی توی این، پس اگر اپسیلون اضافه میشد علاوه بر سی ای و دی دالر هم میبود. خب یه مثال دیگه از فالو بزنیم قشنگ مطمئنا دیگه متوجه بشه در بطه از هم از فرست هم از فالو چندین تا مثال. خب فرست ای، ای چه چیزهایی میتونه تولید کنه؟ ای ببینید ای با تی شروع میشه دیگه، درسته؟ بریم ببینیم تی چی میتونه تولید کنه. تی با اف شروع میشه. خب باید بریم ببینیم اف چی میتونه تولید کنه. اف پرانتز باز میتونه تولید کنه و آی دی، پس میگم پرانتز باز و آی دی این دوتا. تی چه چیزهایی میتونه تولید کنه؟ من تی رو اینا رو پاک کنم که خب فرست تی، تی چه چیزهایی رو میتونه تولید کنه؟ تی ببینید تی ابتداش اف اومده، خب که اف رو باید بریم بررسی بکنیم. اف هم دوباره میتونه منجر بشه به پرانتز باز و آی دی، دوباره این هم میشه پرانتز باز و آی دی. فرست اف، خود اف گفته چی تولید میکنه؟ بازم پرانتز باز و آی دی. فرست تی پرین چیه؟ فرست تی پرین ببینید تی پرین ابتداش چی میتونه تولید کنه؟ تی پرین اگه بره در واقع میتونه به ستاره بره و یا اپسیلون، ستاره و اپسیلون میتونه بیاد. ای پرین چی میتونه تولید کنه؟ ای پرین ببینید ابتداش همیشه مثبت میاد و اپسیلون. خب این از فرست ها. فالو ای یه خورده ای فالو چالشی تره. فالو ای رو میخوایم حساب بکنیم. من اینا رو پاک کنم. ببینیم ما چه چیزهایی می‌داریم. ببینید اولا ای رو سمت راست قواعد تولید پیدا بکنید. ای رو من نمی‌بینم، اینجا فقط می‌بینمش، درسته؟ خب اگر بخوام این رو سمت راست ای چی می‌بینم؟ فقط یه پرانتز باز می‌بینم، پس فالوی ای ببخشید میشه فقط پرانتز بسته، جای دیگه ای رو من نمیبینم، درسته؟ خب بریم فالو تی رو حساب بکنیم. فالو تی، خب من باز پاک بکنم این رو. فالو تی، تی ها کجا هستن؟ من دنبالشون میگردم. تی رو اینجا میبینم، اینجا میبینم، دیگه تی نمیبینم، درسته؟ خب طبق این قاعده تی بعدش ای پرین اومده، پس من باید فرست ای پرین رو حساب بکنم بریزم توی فالو تی. فالو تی رو میخوام اینجا طبق این باید اینجا بنویسیم. من باید فرست ببینم ابتدای ای پرین چی میاد، هر چی میاد بریزم توی فالو تی. اینجا هم دوباره ای پرین اومده که خب همون میشه فرست ای پرین میشه باید فالو تی. ای پرین رو نگاه کنید، ای پرین ابتداش چی میاد؟ فرستش ما قبلا هم حساب کردیم، به علاوه و اپسیلون، به علاوه میاد. بعد که میبینی اپسیلون میاد، ای پرین به اپسیلون میره، عملا میتونه این حذف بشه. بعد میبینی تی انتهای قاعده گرامری قرار گرفته، یا اینجا اپسیلون اومده، اینجا اپسیلون وقتی میتونه بره به صفر، میبینی تی انتهای قاعده گرامری قرار گرفته. پس با توجه به این شرایط من باید برم فالو سمت چپی ها رو باید حساب بکنم. تو اینجا من فالو ای رو نیاز دارم، تو این یکی من فالو ای پرین رو نیاز دارم حساب بکنم. فالو ای پرین رو حساب بکنیم ببینیم چی. فالو ای رو قبلا حساب کردیم، فالو ای
این بالا نوشتم پرانتز بسته. فالو ایپرین، بعد از ایپرین چه چیزی میاد بچه ها؟ ببینید فالو ایپرین، ایپرین رو اینجا میبینید، ایپرین اینجاست که خطش زدم، پاک کنم اینا رو، شلوغ کردم. خب ببینید، خب فالو ایپرین رو میخوام، فالو ایپرین، ایپرین اینجا باز نگاش میکنم میبینم خودش ته در واقع این قاعده گرامری قرار گرفته، پس من باز مجبورم فالو ای رو حساب بکنم. فالو ای هم حسابش کردیم، فالو ای، آها یه چیز دیگر هم بچه ما بعد حساب کردیم، حواسمون نبود که فالو ای، ای عنصر شروع گرامره، پس یادمون رفته که اینجا هم پاک کنیم. ببینید نکته مهمی بود که یادمون رفته، اینجا یه دالر هم میخواد دیگه، چون ای شروع گرامره. بعد برای تی من مجبور شدم فالو، برای فالو تی چون اپسیلون در واقع ایپرین اپسیلون تولید میکرد، من گفتم فالو ای رو بهش اضافه کنم، فالو ای میشد پرانتز بسته و دالر، اینم میخواد. و فالو ایپرین، فالو ایپرین رو ببینیم کجا داریم. ایپرین من هیچ جا ندارم به جز اینجا که فالو ایپرین بخوام حساب بکنم، ایپرین تای قاعده است، تای قاعده خودشه، فالو ایپرین میشود خود ایپرین و دوباره عملا همون یک چرخه خواهد داشت و این میشه. خب فالو اف چیه؟ یه بچه چند تا مثال برای خودتون بزنید، اینا رو حالا من حل میکنم، مثال برای خودتون بزنید، احتمالا اگر چالشی توش باشه حل میشه. فالوی F، F رو پیدا بکنیم ببینیم F کجاست. F، F اینجاست، F، F اینجاست. خب فالوی F اینجا ببینید، F بعدش تیپرین قرار گرفته، پس برو فرست تیپرین رو حساب، فرست تیپرین اینجا حساب کردیم، ستاره و اپسیلون، ستاره رو بذار، بعد مینی اوه اپسیلون تولید میکنه تیپرین، ببین چالشی شده اینجا، اپسیلون تولید میکنه و عملا اف که دنبال فالوشی آخر قاعده تولید قرار میگیره، پس برو فالو تی رو حساب کن، فالو تی رو حساب، یا اینجا تیپرین، تیپرین خودش میتونه بره به اپسیلون، درسته؟ این میتونه حذف بشه، پس باید فالو تیپرین هم حساب بکنی، اینا رو باید حساب بکنی، فالو تیپرین. فالو تی چی میشه؟ فالو تی رو قبلا حساب کردم، فالو تی میشود پلاس پرانتز بسته و دالر. فالو تیپرین چی میشه؟ فالو تیپرین رو باید بریم حساب بکنیم. من یه خورده اینجا رو خلوت بکنم، فالو تیپرین رو حساب بکنیم ببینیم به کجا میخوره. فالو تیپرین، تیپرین کجاست؟ تیپرین اینجا میبینم تیپرین رو و اینجا میبینم، اینجا که میشه فالو تیپرین، طبق این قاعده فالو تیپرین، فالو تیپرین باید فالو تی رو حساب بکنی، برای فالو تیپرین فالو تی رو نیاز داری چون آخر قاعده است، برای این یکی فالو تیپرین میشه خود باز برای فالو تیپرین میگه فالو تیپرین رو حساب کن، هیچی نداره برام، حرف جدیدی نداره. فالو تی رو حساب بکنیم، فالو تی رو قبلا حساب کردیم، به علاوه پرانتز بسته و دالر، به علاوه پرانتز بسته دالر رو که گذاشتی، خب پس دیگه این چیزی بهش اضاف نمی کنه، فالو اف حساب شد. فالو تیپرین رو بریم حساب بکنیم، فالو تیپرین، فالو تیپرین همینجا الان حساب کردیم، فالو تیپرین میشه فالو تی، فالو تی رو هم قبلا حساب کردیم، میشه به علاوه پرانتز و دالر. فالو ایپرین رو حساب بکنیم، من پاک کنم اینا،
فالو ایپرین. ایپرین کجاست؟ اینا پاک کنیم خود خلوت شد. فالو ایپرین، ایپرین اینجاست، ایپرین رو اینجا میبینم، جای دیگه هم ندارم. فالو ایپرین چون ته قاعده های گرامری اینا قرار گرفته، من مجبورم برم فالو ای رو حساب بکنم از این قاعده. برای این یکی هم فالو ایپرین رو میخواستم حساب بکنم، میگه باید بری فالو ایپرین رو حساب بکنی، که خب این میدونم فالو ایپرین فالو ایپرین، پس این چی؟ فقط فالو ای رو حساب بکنیم. فالو ای رو هم قبلا حساب کردیم، پرانتز بسته و دالر. از کجا اومده؟ فالو ای یه اینجا داری که پرانتز بسته است و چون ای نماد شروع دالر هم توش بود، پس اینم بذاریم فالو ای پرین میشود فالو این، همیشه پرانتز بسته و دالر. خب امیدوارم که مفهوم فرست و فالو براتون جا افتاده باشه. ادامه بحث رو میذاریم برای یک جلسه دیگه و این بحث رو همینجا میبندیم. امیدوارم که در واقع از این بحث خسته نشده باشید. یه مقداری شاید فرست و فالو ابتدای کار گیج کننده باشه، ولی مثال بزنید، توی کتاب هم نگاه بکنید، مثال های بیشتری رو میبینید و اگر سوالی داشتید در واقع بگید، پاسخ رو خواهم بود. فعلا خدا نگهدار.